صبحتان بخیر، خوشبختانه مهماندار هستیم در این قسمت از برنامه با استاد محمد ایوب یعقوبی، استاد دانشگاه. در برنامه تشریف آوردن و میخواییم بیشتر در مورد جایگاه دستگیری و کمک به فقرا در این فصل زمستان که چقدر ما تانستیم کمک رسانی داشته باشیم به کسایی که نیازمند هستند در این فصل سخت که سرمایه زیاد پیش رو هست. بیشتر صحبت ها را با استاد میداشته باشیم، شما هم ما را همراه باشین. سلام استاد، صبحتان بخیر. بسیار زیاد خوش سلام صبح بنام خداوند بخشنده و مهربان. بنده هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت هر یک از شما، خدمت دستاندرکاران بخش تکنیک، بیننده های گران قدر یک از روزنه زیبای برنامه خورشید دارنده صدا و تصویر ما هستن. من هم صبح زیبا و نیمه سرد شما را بخیر میگم. آرزومند هستم که امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشه. ممنون شما استاد. بیشتر صحبت در مورد جایگاه دستگیری و کمک به فقرا در این فصل زمستان که خیلی مهم است. حالا قسمی که همه میدانیم همه ساله ما شاهد سرمای خیلی بیش از حد هستیم، یعنی هوا بسیار زیاد سرد میباشه و بعضی از خانواده ها حتی به خاطر گرم کردن خانه خود هیچ چیز نمیداشته باشن. طبیعی است که آلودگی آب و هوا هم ربط داره به می همه که اگر پلاستیک است یا لباس های کنستی یا هر چیز که است سوخته میشه و به مدل است هم آلودگی آب و هوا بیشتر میشه و هم هموطنان عزیز ما بالاخره یک راه حل به این همه میسنجن. بیشتر صحبت را با شما میداشته باشیم. واقعا دقیقا موضوعات مهمی را عطف کردین. به واقع فصل سرما هر فصل از سال از خود دارای ویژگی های خاص خود را میداشته باشه، چون قانون خداوند در حالت تغییر و تبدیل است و انسان ها نیاز هستند مطابق نیاز دارند مطابق همین قانون خود را تغییر بدن، با همون شرایط خود عیار بسازند. دنیای امروزی را اگر ما نگاه کنیم، دنیایی است که خیلی از وابستگی های مادی انسان ها بیشتر شده، یعنی به این معنا که روند زندگی نظام های امروزی بیشتر به نیازمند است که انسان ها در پهلوی از یک از معنویات برخوردار باشند، به خاطر پیشبرد امور زندگیشان به صورت بهتر از مادیات هم برخوردار باشند. در واقع بدون نبود مادیات امروز در واقع مشکلات تحصیل انسان ها با مشکل روبرو است، حتی زندگی امروزی را با مشکلات مواجه می سازد. همون مقوله مشهور میگن که پول مهم نیست در دنیای امروز، ولی چی کارا هست که نمیکنه با وقت. و در بودن فصل زمستان و سرد شدن هوا و پیش آمدن مشکلات های بسیار زیاده که ما در این فصل زمستان در قدم نخست زمینه های کاری کمتر میشه در چهارراهایی که ما قبلا میدیدیم که مثلا کارگران ایستاده هستند، دیگر حالا اونا نمیباشند. چرا؟ زمینه های کار برشان مساعد نمیباشه. با آمدن این فصل نیازهای خانواده ها بیشتر میشه. اگر قبلا ما در یک خانه عادی زندگی میکردیم و نیازی به گرمای چیز نداشت، ولی امروز هوا سرد شده و به خاطر گرم ساختن از اون ما نیاز به مواد داریم. کسانی که توانمند هستن خب میتونن با این مشکلات دست پنجه نرم کنن، راحت از کنارش بر بیان. اما ما فراموش هیچگاه نکنیم که در جامعه ما یک سلسله کسا و اشخاصی وجود داره که خیلی نیازمند به کمک و دستگیری هستن. کسانی هستن که همیشه فکر و ذهنشان به طرفی است که ما چگونه بتانیم نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنیم. با فرا رسیدن این فصل اونا با مشکلات بزرگی روبرو میشه و این ما یک مسئولیت انسانی و وجدانی تمام کسانی میدانیم که از توانایی برخوردار هستن که اونا را تنها نگذارن، بیان حس انسانیت خود را نشان بدن و با صدای وجدان خود، ضمیر خود دست اونا را بگیرن تا باشد که یک جامعه همسان، یک جامعه سالم داشته باشیم که تا نه خود ما رنج ببریم از این فضا و نه دیگران. اینا دست کم مواردی است که جامعه ما امروز به این نیاز داره و انشالله میشه روش صحبت داشته باشیم. دقیقا. خب استاد، بهترین کمکی که ما میتونیم برای یک نیازمند و به همو کسایی که در محیطی که ما زندگی میکنیم نزدیکتر هستن و ما شاهد زندگی و همو سرنوشتشان هستیم که مشکلات زیاد داره در فصل زمستان اینا سپری میکنن، بهترین کمک و همرسانی را که ما میتونیم داشته باشیم چی هست؟ واقعا امروز ببینیم، ما امروز جامعه را اگر نگاه کنیم، ما چند نوع نیازها داریم. نیازهای دست اول زندگی، نیازهای دست دوم و نیازهای دست سوم است. امروز هم ما از نکات عمیق اگر نگاه کنیم، می طبقه جامعه ما به نیازهای اولیه زندگی خودان خیلی نیازمندتر هستند که ما در او عرصه ها باید اونا را بیشتر کمک کنیم. با رسیدن فصل سرما، چیزی که هموطن ما میتونه به هموطن خود کمک داشته باشه، امروز میتونه با خریدن یک برجی از زغال یک خانواده را برای همیشه گرم نگه داشته باشه. اما در واقع ما کمک هایی را که نیاز هست را به چی گونه باید به اینا بسپاریم؟ متاسفانه
مشکلی که در جامعه ما در بعضی موارد وجود میشه ضعف فرهنگی فرهنگ کمک کردن به دیگران است. و این معنی ما میگیم که کمک کردن زمانی که به فقرا و کسایی که نیازمند هستن صورت میگیره به شکل خالصانه باشه، نه به منظور ریایی باشه، نه به منظور شهرت کشیدن از شهرت یافتن باشه. امروز عزیزان را میبینیم که نیازمند هستن اما هیچ وقت خود را نیازمند جلوه نمیتن و اگرم بپرسی خود را توانمند میگن، چون عزت نفس دارن نمیخواین، ولی کسانی داریم که به اونا کمک میکنن. اما متاسفانه اگر یک لقمه نانی را به اون میسپاره میبینیم که عکساش در صفحه های اجتماعی همه جا را فرا گرفته، به اون انسان یک نوع توهین معنوی میکنه، یا هزاران ریاگونه هایی که در واقع در ادبیات اسلام به نام ریاکاری اینا گذاشته میشه، حتی از نظر روانی هم اینا پیامدهای منفی در جامعه داره. بهترین کمک با باور ما است که هر کمکی میباشه خالصانه باشه، پنهانی باشه، به شکلی باشه که باعث تحقیر توهین نشه، که فرد احساس کنه که من انسانی هستم به نوعی خلاصه که فکر کنم من حقیر هستم، یک فرد دور افتاده جامعه. نه، بلکه در دین اسلام چقدر زیبا میگه کمک های شما میکنین، به اینا زیاد فخر نکنین، یک مسئولیت انسانی وجدانی شان است که در واقع ادا میکنین. با باور ما بیشتر ما باید کمک های خود را صادقانه و خالصانه برای افراد در جامعه انجام کنیم، مطابق نیازها و ضروریاتشان باید اونها را ببینیم که چی نیازهایی دارن با اونا باشه. و سیم کمک چی ویژگی داره، ویژگی کمک نباید تبعیضانه باشه. به این معنا تنها به او کسایی ما کمک کنم که دوستای مثلا فردا از اونها یک امید داشته باشن که فرما اینا کمک کردن بلا بخدا به من احترام کنن یا سایر موارد دیگری در نظر داشته باشن. کمک و همکاری در ادبیات دین هم به عنوان پدیده انسانی است، یعنی انسان نیازمند چی مسلمان باشه چی کافر باشه، از هر طبقه از هر قومی باشه، ما به عنوان احترام به جایگاه انسان بودنش او را نمیگذاریم که در جامعه احساس حقارت کنه، او را تنها نمیگذاریم. در واقع این نکات حداقل در کمک کردن خود، در صدقاتی که مردم می داشته باشن، نیازمندا را میگیرن اونا مهم داره. یک نکته دیگر هم میخوام طولانی نشه حرف اضافه کنم، این فقرها و این و چالش هایی که در جامعه به میان میاد ناشی از یک سلسله علت ها میباشه. مثلا عمده ترین علتی که در جامعه ما تحقیقات ثابت شده این است که افغانستان سرمایه وجود نداشته باشه، پول وجود نداشته باشه، توزیع ناعادلانه وجود داره در اینجا. ما میبینیم که یک سرباز ما شاید ماشش برابر ماش حقوق یک ساله از او برابر شد به ماش یک ماهی یک فرد دیگه. در همین جاست که مشکلات به میان میاد، تفاوت های طبقاتی اجتماعی به میان میاد، یک فرد تهی دست میشه، یک کسی فرادست میشه، دست بالا و سرمایه می داشته باشه. اما اینا از طرف دولت اگر تنظیم شه و توزیع عادلانه صورت بگیره اصلا ما فقیر را در جامعه نمی بینیم. و نکته دو این مسئولیت دولت بود، اما افراد دیگری که مسئولیت دارند که در دین اسلام به نام زکات اسم گذاری میشه، بیان به عنوان شهروند اونایی توانمند هستند بدون اینکه مکلفیت دیگری داشته باشند، از روی حس انسان دوستی خود بیان کمک کنند و واجبی دینیشان هم که از زکات خود را بپردازند در جامعه، انشالله که با فقر یک مبارزه بسیار بزرگی صورت میگیره. انشالله آرزومند هستم که همین گونه باشه. استاد شما در جریان صحبت هایتان ایریاد آورشونه کسانی کمک میکنن از روی یا هست یا نمایش هست، این خیلی مشکلات زیاد را به بار آورده. در این اواخر زمانی که ما میبینیم کسانی که حالا پول دار هستن یا کسانی که جلوه میتن که من پول دار هستم، در واقعیت که خودشان اصلا نمو نان خوردن خود فراهم ساختن نمیتن، ولی میاین به خاطر نمایش یک کار را انجام میتن که بالاخره همه دلچسپ پی پیدا کنن، بگن که بله فلانی فرد یا فلانی شخص به به چقدر پول داره که ببینین کمک میکنه. خب حالا کمک این گونه نیست، کمکی است که زمان کمک میکنید دست راست و دست چپ خبر نشه. آگاهی حاصل نکنه. اما ما شاید هموطنان ما بودیم زمانی که کمک برشان صورت گرفته، تاثیرشان قسم شما هم گفتین در فیسبوک یا در سوشال میدیا هم دست به دست شد که باعث ناراحتی خیلی زیاده شد. و کمک هایی که این گونه می باشه آیا سود هم میرسانه به جز از اینکه ضرر میرسه به یک فرد و همون شخصیتش پایمال میشه، یا هم خودش خیلی ناراحت می باشه پیش خود که ای کاش همین کمک ها را من نمی گرفتم و مرا تیر از این کمک، و خودم شنیدیم بعضی اوقات می گفتن که مرا تیر از این کمک هایی که شما میکنین، فقط ما را عکس ما را نگذارین. ما خود ما یک برنامه داریم به نام نوازش، ما این برنامه را اندازی کردیم به دلیل اینکه کسانی که حالا پول دارن اگر یک طفل هم کمک میکنه چقدر برشان سود میرسه و چقدر خوب است. این یک البته برنامه تلویزیونی هست، اما کسانی که در سوشال میدیا میخواین که این همه به خاطر نام بلند کردن و شهرت حاصل کردن هیچ قمیتر ضرر زیادی برسانه به هموطنان عزیز. در واقع دقیقاً بله، با بحث اینکه رسانه های عزیز ما کش میکنن موافق هستیم، چون زمینه های مساعد میسازه، دیگران هم تشویق میسازه، یا افراد را به نوعی در جامعه مشخص میسازن. اما زمانی این نوع رفتارها نادرست میباشه که نیت و یا خواست افراد کمک صادقانه وجود نداشته باشه.
میشه. فرموده شما اینا به خاطر کسب شهرت، به خاطر کسب اعتماد در جامعه میان با حیثیت آبرو یک تعداد افراد دیگر بازی میکنن. اول ما رفتارها و اعمال افراد را نگاه داشته باشیم، در واقع در قدم نخست تمام ضمیر انسانی و ضمیر وجدانی هر انسان اون رفتارها را ملامت میکنه. به این معنا از دید ما و شمایی که جان شستیم صحبت میکنیم، این عملشان ناخوشایند است، دوست نداریم این کار را. از دید ما خانواده ای که برشان کمک صورت میگیره، اونا هم این عمل را دوست نداره. و خودم این فرد هم بعدها اگر مطالعه کنه، بیای ارزش های اجتماعی را دقیق ببینه، از رفتار خود پشیمان میشه. جدا از اینکه ما بیایم از منظر دین تعریفش کنیم، از نظر قانون اثر نظر، از نظر وجدان و بینش هر انسان اگر عمل را ما ببینیم، این عمل یک عمل ناسالم و یا نادرست است. به نوعی افراد را شخصیت هایشان کوشش میکنه در جامعه حق پایین نشان میده. حتی خود این انسانی که کمک میکنه به دیگران و نمایش میگذاره، یک انسان فقط جلوه ما معروف میشه. با من یک چیز بسیار جالب چند وقت پیش من در فیسبوک دیدم، یکی از کسانی که شاید آنچنان مطری نیست اما بعضی مشناسیشان، در ضمن بیاین در کابل کمک های داشته باشن، رفته بودن در خارج از کشور که به طفلک ها رو همونطور قطار استاد کرده بود، پول برشان میداد و عکساشان هم میگرفت. یعنی این نمایش هست ما نمیدونم یا کمک است، چون زمان که اگر کمک باشه ما خیلی فقرا زیاد در افغانستان هم داریم که میتونیم کمکش کنیم، دستشان بگیریم تا اگر امو یک روز هم برشان یک لحظه خوب و خوش را هدیه کنیم، ما فکر میکنم اون تمام عمر با ذهنش باقی میمونه. واقعا بله، سرزمین ما امروز اگر ما نگاه کنیم به سطح جهان، از جمله کشورهایی است که بیشترین فقرا و بیشترین نیازمندها را از خود داره و نیاز نیست فکر نکنم که اصلا ما با از اگر ما واقعا بخوایم خدمت کنیم، اگر بخوایم همکاری و کمک داشته باشیم، اصلا از امی محله خود هیچ کس نشد بتونه پای خود فراتر بگذاره، بیرون بگذاره. اما این اعمال یک مقدار ناسالم به نظر میرسه، یک مقدار جلوه نمایی هایی است که متاسفانه وجود داره. یک نکته در این قسمت میخواستم اشاره کنم این است که ما یک سلسله فرهنگ هایی هم داریم که اونا را معاوضه اگر کنیم، اگر تغییر بدیم، فقر میتونیم از جامعه از بین ببریم. به چی معنا؟ زمانی که میبینیم ما یک محفل خوشی میباشه یا مراسمی وجود میداشته باشه، یک خانواده یا یک جوان شاید بیشتر از در حدود 1 میلیون افغانی یا کمتر یا چند صد هزار افغانیش مصرف بشه، در صرف به خاطر یک خوشی موقتی. اما ما به خاطر کمک به فقرا و نیازمندها یک برنامه فرهنگی دقیق در جامعه اصلا وجود نداره که ما بیایم یک فرد میبینیم به خاطر یک محفل خود خوشی که غذاها اسراف در او صورت میگیره، مصارف بیش از حد در او صورت میگیره، همین محافل عروسی را که ما در جامعه میبینیم خیلی از اینهای گزافی را، ولی به خاطر یک همسایش که در فقر زندگی میکنه، هموطنش به اونا از کمک کردن دست باز میده، با اونا همکاری نمیکنه، ولی صدها برابر شمیره در جاهای بیهوده و مصرف میرسونه که اگر اینا یک فرهنگ سالم شوه، برنامه‌ریزی شوه، باز هم ما میتونیم با فقری که در یک جامعه است مبارزه خوبی داشته باشیم. ان شاء الله. ممنون از شما استاد از اینکه تشریف آوردین، حرفای خیلی قشنگ زیبا شما را داشتیم و اگر حرف باقی است مشتم از شما. تشکر از شما و برنامه زیبایتان. در این فصلی که ما قرار داریم هموطنان خیلی زیادی داریم که نیاز به کمک و دستگیری ما هستند. خداوند میگه کل من علیها فان، در این دنیا هیچ چیز برای شما پایدار نمیمونه، همه چیز تمام میشه. یعنی دلوابستگی زیاد به مادیات نداشته باشین. پس چه زیباست که ما یک مقدار سخاوتمندی را پیشه بگیریم و فکر کنیم به او تعداد عزیزان ما که نیازمند به دستگیری ما هستند و اونا را در این فصل در این سرما فراموش نکنیم، به اونا کمک و همکاری خود را در حد توان داشته باشیم. زنده و سلامت شما. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی را با هم اینجا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارید.